سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم خوب و خوش باشید. قسمت دوم از پارچه ارگانزا رو قراره که خدمت شما ارائه بکنم. ازتون تقاضا دارم که تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. در قسمت اول کلی راجع به پارچه ارگانزا صحبت کردیم. میتونید این بالا کلیک بکنید و قسمت اول رو مشاهده بکنید. بهتون پیشنهاد هم میدم که این کار رو انجام بدید اگر قسمت اول رو ندیدید، چون اونجا اطلاعات دقیق و اولیه رو در رابطه با این پارچه که پارچه ارگانزا هستش راجبش گپ زدم و گفتگو کردم و میتونه پیشزمینه‌ای برای این قسمت باشه. پس این پیشنهاد رو دارم که اول اون ویدیو رو ببینید و بعد هم بیاین سراغ این ویدیو. توی این قسمت قراره که مباحث فنی‌تر و انواع پارچه‌های ارگانزا رو خدمت شما توضیح بدم. پس بدون معطلی میرم سراغ انواع پارچه‌های ارگانزا. توی قسمت قبل هم توضیح دادم که پارچه ارگانزا مدل‌های مختلفی داره، اما ساده‌ترین و مرسوم‌ترین و ارزان‌ترین و در دسترس‌ترینش همین مدلیه که دست منه، پارچه ارگانزای کریستالی. پارچه ارگانزای کریستالی اون پارچه‌ایه که شاید هر جای هر کدوم از پارچه فروشی که شما برید داشته باشتش، غیر ممکنه که نداشته باشه و این پارچه رو شما در دسترس خواهید داشت. مدل بعدی ارگانزای کریستالی براق، یه سری حالت براقیت روی این پارچه می‌بینید، دونه‌های براق روی این پارچه می‌بینید و این پارچه همینه اما از نوع براقشه. این پارچه هم براقه ها، اما اون براق‌تره که به کریستالی براق معروفه. یه مدل دیگه ای رو داره این پارچه که به پارچه آینه‌ای بهش میگن و شناخته میشه و نام تجاریش پارچه ارگانزه آینه‌ای هستش. ارگانزه آینه‌ای انقدر شفافه و انقدر حس شفافیت رو وقتی نگاه میکنیم داره که به این اسم معروفه. توی تصویر هم دارید یه نمونهش رو میبینید، چه بسا همین الان که تو تصویر نگاه بکنیم خودمون هم ببینیم. نوع بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم ارگانزای متالیکه. توی این مدل پارچه ارگانزا از یک سری نخهای متالیک فلزی استفاده میشه. توی تصویر هم دارید میبینید که کاربرد خاص خودش رو داره، مرسوم نیست اما من دیدم توی پارچه فروشی ها و استفادهش هم توی برخی از مصارفی که به هر حال وجود داره، اونم بیشتر مصارفی که جلوتر بهش اشاره میکنم اونجا بهتون میگم که توی این حالت از پارچه متالیک بیشتر استفاده میشه. ارگانزای گلدوزی شده هستش که توی پارچه های مناسب برای تولید ساری و تولید لباس هایی که توی کشور هندوستان استفاده میشه، توی کشور پاکستان استفاده میشه، از این فرمت استفاده میشه و حتی برای لباس های مجلسی. ارگانزای گلدوزی شده است که جذابه، خب ولی خب به واسطه کاری که روش میشه یه کوچولو قیمتش میره بالاتر. ارگانزای بروکیت رو داریم که توی این هم از نخهای متالیک استفاده میشه، یک حالت برجسته تر داره و جذاب، خوشگل، باحال، بامزه است، ولی خب باز هم این هم یه قیمت نسبتا بالاتری داشته باشه، حتی قیمت بالاتری نسبت به نوع گلدوزی شده داره. باحاله، من دوستش دارم و این پارچه رو هم با اسامی تجاری مختلف نسبت بهش یاد میکنن که اینجا الان تایمش نیستش که بهش بپردازیم، حتما بابتش یک ویدیو جداگونه درست میکنن. ارگانزای پلیسه هستش که اینها رو به صورت پلیسه در میارن. اینها محبوبند برای فرم دادن به لباس، اما موضوعی که هستش اینه که بعضا این پارچه به صورت پلیسه فروخته میشه یا خیلی اوقات هم بنا به نیاز پلیسه میشه، یعنی تولید کننده یا مای تولید کننده حتی برای یک محصول تک میتونیم اون رو به صورت پلیسه در بیاریم که فرایند خاص خودش رو داره، یا اینکه به صورت پلیسه و آماده فروخته میشه و در دسترس هستش، به ارگانزای پلیسه معروفه. ارگانزای رنگین کمانی هم خیلی مرسوم هستش که این حالت چند رنگ رو داره. این هم تو نوع خودش مرسومه، نه خیلی اما من زیاد دیدمش توی پارچه فروشی ها. اما کاربورد هاشو بریم سراغش. یکی از مهمترین کاربورد های این پارچه تولید لباس های مجلسی زنانه هستش، همونطوری که دارید در تصویر هم میبینید. فرم میده به پارچه ما، به محصول ما و میتونه در ترکیب با پارچه های مختلف استفاده بشه، یعنی میتونه یک آستر زیر داشته باشه، روش بیاد از قاعدتا این پارچه استفاده بشه که یک فرم پفدار بهش داده بشه و اینکه
میتونه توی بحث لباس‌های رقصی که توی کشورهای آمریکای جنوبی استفاده میشه، معمولا از این پارچه توی تولید این دامن‌ها یا این لباس‌ها استفاده میکنن، یا رقص‌های مختلفی که قاعدتا خودتون هم دیدید اون پارچه‌ای که استفاده میشه معمولا پارچه ارگانزا هستش. پس یکی از کاربردهاش هم برای لباس‌های رقص هستش که خدمتتون عرض کردم. لباس عروس همونطوری که دارید می‌بینید میتونه از این پارچه تولید بشه و مرسومه و باز هم دارم به شما میگم فرم میده به لباس و میتونه یه کاربرد جذاب داشته باشه. برای تولید محصولات کاستوم، محصولاتی که به فرم خلاقانه میشه تولید کردش، هم از این پارچه استفاده میکنن، تیکه تیکش میکنن، ترکیبش میکنن و میتونن محصولات مختلف تولید بکنن. واقعا یک انتخاب جذاب برای تولید ایده های خلاقانه هستش و بهتون پیشنهاد میکنم راجبش فکر بکنید. توی بحث تزیینات خیلی استفاده میشه. یادتونه که بهتون گفتم که نوع متالیک وجود داره. نوع متالیک اینجا خیلی کاربردیه. خیلی جاها که شما برید هم به صورت روبان استفاده میشه، هم به صورت پارچه برای کادو کردن و برای تزیین کردن. حتی کیسه هاش وجود داره که توش محصولی گذاشته بشه و به عنوان هدیه، یعنی به عنوان کاور هدیه ازش استفاده میشه. این پارچه توی این بخش هم کاربرد داره. توی بحث دکوراسیون داخلی همین پف بدن، فرم بدن به رومیزی و امثال هم خیلی استفاده میشه. این هم یکی دیگه از کاربردشه که میتونیم در نظر بگیریم. اما نکات کاربردی برای این پارچه، یه سری نکات کاربردی وجود داره که باید اشاره بکنم. اول از همه گفتم که این پارچه یک فرمت نیمه شفاف داره، سمی ترانسپرنته، نیمه شفافه، بدن نماه، خوش نماه. حالا اگر قراره که بدن نما باشه، یعنی اگر من قراره که پوست بدنم، حالا اینکه نارنجی خیلی نمایش داده، اگر قراره که پوست بدن من نمایش داده بشه که خب تکلیفش مشخصه، اما اگر قراره که بیایم و اون پوشش رو داشته باشه، اون وقت ما باید مراقب باشیم که ما یک آستری مناسب هم براش انتخاب بکنیم. معمولا دو پارچه‌ای استفاده میشه، مثل اون لباس مجلسیه که توی چند اسلاید قبل تر دیدید، معمولا به فرمت دو پارچه‌ای استفاده میشه و نیاز هستش که به آستریش هم معمولا فکر بشه تا یک ترکیب درست و جذاب رو بتونیم از این پارچه به وجود بیاریم. یه معضل دیگه ای که وجود داره این که به شما گفتم که خیلی تمایل به ریش شدن داره، یعنی ما الان اینجا هم که سردوز کردیم، اونجاهایی که سردوز شده داره خودشو باز میکنه، یعنی همون سوزن هم که میخوره، حالا جلوتر راجع به سوزن هم صحبت میکنم، باعث آسیب پذیر شدنش میشه و به واسطه همین ما نمیتونیم ازش برای محصولات جذب استفاده بکنیم. برای محصولات آزاد، حتی ببینید روی این محصول که دارید فرمتش رو میبینید گشاده، یعنی این شاید یکی از جذب ترین ها بودش که من نگاه کردم و برای شما گوشتم. کلی از تصاویری هم که تا اینجا دیدید که فرمت گشاد داره، فرمت آزاد داره و قاعدتاً برای محصولات جذب مناسب نیست، چون اگر یک فشار بیاد مثلا روی کارور، یه فشار که بیاد درز دوخت باز میشه، اگر روی باسن یه فشار که بیاد درز دوخت باز میشه، روی سرشونه ها همینطور، روی کارور پشت همینطور، یه فشار که بیاد باز میشه و به واسطه همین معمولا برای تولید لباس های با الگوی آزاد میتونه انتخاب خوبی باشه. اما سوزن، هر چقدر بهتون بگم که این موضوع مهمه کم گفتم. سوزن را هممون میریم بگیم آقا یه سوزن دوخته دیگه میزنیم و سعی میکنیم باش میدوزیم، مشکلی هم نداره. اما سوزن واقعا مبحث منطقی و مهمیه که باید راجب پارچه بهش اشاره بکنیم. ببخشید من یه ذره یهوری نشستم، یه کوچولو درد دارم واقعیتش، اما دلم میخواست که این ویدیو رو امروز انجامش بدم و آمادش بکنم و براتون منتشر بکنم، به خاطر همین یه ذره یهوری نشستم، از این بابت پوزش میخوام ازتون. موضوعی که هست اینه که ما قاعدتاً سوزن مناسب رو باید بابت این پارچه انتخاب بکنیم. سوزن‌های مدل یونیورسال سایز 8 تا 11، حالا ما 60 تا 75 رو میتونیم بگیم، اما این توی ایران بیشتر مرسوم هستش، این شماره 8 تا 11
بهترین گزینه برای این پارچه و برای دوخت این پارچه هستش از نوع بال پوینت. بال پوینت دقیقا به اون نوک سوزن گفته میشه. ما نوع بال پوینت رو معمولا استفاده باید بکنیم برای اینکه نه باعث پاره شدگی نخمون بشه و نه در عین حال باعث این باشه که خیلی سخت فرو بره، خیلی راحت فرو بره داخل پارچمون و در عین حال دوخت خوبی هم بهمون بده. معمولا 8 تا 11 بهترین گزینه هستش. عموما 11 مرسوم ترینه، اما ما اینو داریم مطرح میکنیم که نخی رو باید استفاده بکنیم، سوزنی رو باید استفاده بکنیم که کمترین آسیب رو برای پارچمون داشته باشه. پس سوزن شماره 16 انتخاب خوبی نیستش برای این پارچه، سوزن 14 انتخاب خوبی نیستش برای این پارچه، میتونه آسیب بزنه. 8 تا 11 رو در نظر داشته باشید که میتونه انتخاب جذاب و عالی و کاربردی بابت این پارچه باشه. سوزنی هم که اینجا گذاشتم یکی از سوزن‌های مرسومه، به برند اشمیت هستش که مرسومه و شما هم پیداش میکنید، تو ایران هم پیدا میشه. یه ذره قیمتش بالاتره اما ارزشش رو داره برای اینکه پارچه ما آسیب نبینه. اما برش، زمان برش این پارچه بزرگوار یه تمایلی داره که لغزش پیدا بکنه. یعنی اگر تجربه برش و قیچی کردن این پارچه رو داشته باشید، فقط قیچی اول صاف میره، دومی رو که میخوای دوباره یه قیچی بزنی یه انحنا داره. به واسطه همین همیشه مطرح میکنیم که این پارچه رو اول باید تثبیت بکنید، یعنی یه جا تثبیت بشه، حالا یا با چسبه یا با وزنه هستش، تثبیت بشه و از اون مهمتر حتما علامت گذاری بکنید. یعنی قشنگ بدونید که 20 سانت جلوتر قراره که به کجا برسید و اون نقطه رو بزنید، 30 سانت جلوتر دقیقاً اون نقطه رو بزنید، وگرنه پارچه‌تون کج و کوله برش داده میشه و برش میخوره و آسیب میبینه. اگر متراژ کمی داشته باشید ممکنه که این متراژ کم نتونید ازش اون محصولتون رو تولید بکنید. خیلی مراقب این موضوع باشید زمان برش، حتما و حتما تثبیتش بکنید. این پارچه با توجه به اینکه از جنس پلی استر معمولا تولید میشه، آب رفت نداره، یعنی لزومی نداره بشوریدش، الکی وقت گذاشتن، نیازی به شستشو نداره در صورتی که از جنس پلی استر باشه. اما احتمال کاهش ابعادی به جهت حرارتی رو ممکنه داشته باشه و این یعنی اینکه اگر شما وقتی محصولتون رو کامل تولید بکنید اوتوی نهایی رو بزنید، ممکنه که پارچه‌تون جمع شدگی داشته باشه، حواستون باشه. پس برای اینکه این موضوع رو متوجه بشید، حتما و حتما باید بحث کاهش ابعاد به جهت حرارت و به جهت اتو رفت حتما و حتما تست بشه، بررسی بشه و بعد از اون الگوتون رو اعمال بکنید و پارچه‌تون رو برش بزنید. در جریان شست و شو این پارچه ممکنه که آسیب پذیر باشه. من اینو میذارم اونجا برمیدارم. این پارچه ممکنه آسیب پذیر باشه. چرا؟ گفتم که این پارچه استحکام بالایی داره. بله استحکام بالایی داره، اما در این حال این رو هم میگم که پارچه ظریفیه و آسیب پذیر هم هستش. پس دو تا موضوع وجود داره. یکی اینکه ما حق نداریم که این پارچه رو با مثلا شلوار جین بشوریمش، با یه محصولی که زیپ داشته باشه و زیپ باز داشته باشه بشوریمش، مرخص میشه، یعنی بعد از شستشو مرخص خواهد بود و این پارچه احتمال پارگی خواهد داشت. پس این پارچه رو حتما و حتما باید اگر قراره که با ماشین لباسشویی بشوریم از درجه مخصوص لباس‌های حساس استفاده بکنیم و در عین حال با لباس‌های خشن و سنگین هم نمیتونیم بشوریم، چون ممکنه که پارگی توی ساختار این پارچه به وجود بیاد. در عین حال آب گرم و خشک‌کن لباسشویی، آب گرم یعنی اینکه آب 40 درجه 50 درجه بخوایم بذاریم، این میتونه باعث چروک شدن لباس بشه. در این حال خشک‌کن هم همینطور، چون حرارت بالا داره و در این حال گردش سریع داره، این میتونه باعث چروک شدن پارچه باشه و باعث چروک شدن پارچه و محصول ما بشه. به خاطر همین نباید از آب گرم استفاده بکنیم. خشک‌کن لباسشویی هم پیشنهاد میکنم اگر قراره که استفاده بکنیم ماکسیموم دوره 4 ساعت باید باشه، وگرنه باعث چروکی میشه که نمونهش رو داریم توی تصویر میبینیم. شستشو با دست چطور؟ اوکی میشه با دست شستشو داشتش، اما اگر شما بخواید با ماشین لباسشویی بشوریدش، درجه مخصوص لباس‌های حساس یا دیلی واش
میتونه امکان شستشوی این پارچه رو داشته باشه یا این محصول تولید شده از این پارچه رو داشته باشه با دور شستشوی کم. یادتون باشه دور 400 بالاتر نمیتونیم بذاریم برای این محصول. اما خشکشویی هم بابت این پارچه امکان پذیره. پارچه های ارگانزا رو ما به راحتی میتونیم خشکشویی بکنیم و خشکشویی این پارچه میتونه به راحتی انجام بشه. هیچ آسیبی رو برای محصول ما به وجود نخواهد آورد و در دسترس خواهد بود. اما خشک کردن، پیشنهاد من زمانی که میگم از خشککن لباسشویی با دور کم استفاده بکنید اینه که خب به هر حال پارچه ما کاملا خشک نمیشه و از لباسشویی خارج میشه. بهترین گزینه اینه که به روش آویزان کردن ما بتونیم این پارچه رو خشک بکنیم که اون میزان چروک شدنه در کمترین حالت ممکن باشه. و اما اتو کردن، اگر پارچه ما چروک شد چی کار بکنیم و چه اتفاقی رو میتونیم بندازیم؟ توی این حالت ما میتونیم بگیم که پارچه ما قاعدتاً با اتو قابلیت اتو کردن رو خواهد داشت، با این فرضیه که باید از دمای کم اتو استفاده بکنیم. معمولا از درجه 1 هلوهش دمای 100 تا 110 درجه سانتیگراد هستش استفاده میکنیم. دمای بالاتر استفاده بکنیم باعث آسیب به الیاف و پارچه‌مون خواهد شد. و با این توضیح میریم سراغ اسلاید آخر. اسلاید آخر یک سواله و اون سوالیه که من از شما دارم. با همه این توضیحاتی که دادم خدمتتون، میخوام این قسمت رو شما برای من توضیح بدید. ازتون میخوام که شما به من بگید که آیا استفاده کردن از سفید کننده که حالا ما به وایتکس میشناسیم برای این پارچه امکان پذیره؟ آیا ما میتونیم از سفید کننده یا وایتکس برای تمیز کردن لکه روی این پارچه استفاده بکنیم؟ ازتون تقاضا دارم که این رو برای من کامنت بکنید، کامنت بذارید تا اینطوری اون تعاملی هم که من نیاز به دارم برای رشدی که به هر حال یکی از اهداف این کانال هستش تا افراد بیشتری بتونن ببینن، قاعدتا با این موضوع اتفاق خواهد افتاد. لایک کردن شما، کامنت گذاشتن شما، منتشر کردن و ارسالش برای دوستانتون بسیار برای من مهم هستش و پیشاپیش هم ازتون تشکر و قدردانی خواهم داشت. این در رابطه با پارچه ارگانزا بودش. اگر سوالی باز همچنان براتون باقی بود حتما برام کامنت بذارید، سعی میکنم در اسرع وقت بهتون پاسخ بدم. براتون آرزوی بهترین ها دارم. هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.